سلام، خوش برگشتین به کانال خودتون. بریم سراغ ترک بگوشم از بهرام و بامداد. سلام مدبکس، چه شو؟ چالم، خیلی خوش اومدید به مدبکس. کانال خودتون چه خبره در این ماه؟ اصلا مگه میتونستی تصورشو کنی که صبح سوشو ایشکس کار بده، شب بهرام کار بده؟ بله، چه و ما اینجوری باشیم، ما داریم لوکیشن عوض میکنیم. یعنی اگه امکانش باشه بچه ها، من چند تا عکس از شرایطی که داریم فقط براتون میذارم تو ادیت، اگه یادمون نره بذاری میذارم. ما در حال جابجایی هست، یعنی شما حالا یه هفته دیگه لوکیشن جدید متوجه میشیم. خیلی تو این وضعیت گیر افتادیم. یه هفته کار داریم. بریم گوش بدیم به بگوشم. یه کاور خیلی خفن داره، یه نقاشی خیلی خفنه. به احتمال زیاد کار مثلا دوباره همسر بهرام باشه، خب که میدونم نقاشم هستش. ببین سرهای که چشمهاشون بینا نیست، مسخ شدن زامبی مسخ شده، ولی نکته ای که هر سه سر داره، تشابهی که داره غیر از چشمها، اینه که موی سر ندارند و ریش دارن، محاسنی دارن که شاید اشاره، نمیدونم به چه قشری میتونه دقیق داشته باشه. الان نمیگم، نمیتونم قضاوت کنم چون الان موزیکو نشنیدیم. به نظر موزیکو بشنیم بعد. و آدم هایی هستن که با تناب اینو دارم میکشن، آدم های لخت و کوتاهی. گوش بدیم چون عجیبه، واقعا خیلی عجیبه، یه فضای عجیبی داره. بروه گذشته پیدا نمیشه، حال سوت میکشه تو گوشم قطار فردا و فال. بامداد چون کردش. آره چه فضایی، خیلی اصلا من اولش که کاور رو دیدم الان تو حس کاوره بودم، فضا هم وهم‌آلوده شروع کرد و بامداد با چه فلوی وهم‌آلودتری تشریح میخواد بکنه. ظاهرا اوضاعی که در این مثلا اول بسش خواه تو جوابای گذشته پیدا نمیشه، حال سوت میکشه تو گوشم قطار فردا و فال. رمه رمه فرد فرد بدون توجه به هم، بال به دوش سنگین با هم و تنها، منتظر اتفاق که آماج آمال، تیر بلند بال و با بوش نکشید کدال، عشق شد چشم و جنازه وجدان، دریایی توی سینه ها رو با شوب نکشید زود. بچه یه نکتره بگم، اگر که موزیک رو فقط گوش میخواییم بدین، کانال اشتباهی اومدیم. ما پر از پاز هستیم و پر از حرف. ما خاصاً پیش نمیاد که کنار یه موزیک اونم موزیکایی که لیریک محورن، خودمون باید بفهمیم چی داریم میگیم. اگه نفهمیم که نمیشه. میگه که تو جوابای گذشته پیدا نمیشه، حال سوت میکشه تو گوشم قطار فردا و فال. خب این که منظور اینه که ما، یعنی تو جوابای گذشته، یعنی تکرار نمیشه، یعنی گذشته به این حالمون ربطی به گذشته. من میتونم اینو بگم که اگه به وضعیت خودمون، جامعهمون، حالو داره جامعه رو میگه، میخواد بگه حال خیلی وضعش خرابه، هیچ نشونی از شکوهی که یک زمانی داشتیم شاید نداره. آره دیگه همین دیگه، یعنی ربطی گذشتهمون نداره، یعنی رو به انزوا. یا شاید هم جوابش دوباره تصمیمای گذشته، یعنی تکرار تاریخ نیستش. سوت میگه، چرا میگه به خاطر میگم تکرار نیستش، چون قطار رو داره میگه، یعنی قطاری که بالاخره ایجا شروع میکنه به یه سمت میره، دوباره تکرار نمیکنه مسیر رو، چون به قطار و اون روندگی و حرکت قطار هم نشون گذر زمان تونه باشه. سوت میکشه تو گوشم قطار فردا و فال. بچا فال همیشه، حالا میگن فال به معنی بهتر شدن، یعنی بخت، یعنی تغییر کردن به نظر من اینجا داره میگه. و میگه تو گوشم سوت میکشه این قطاره، یعنی شاید داره میرسه اون فردای نزدیک، قطارش داره سوت، صدای سوتش میاد، خب به اون نور رو، آره، اون... یا این صدای سوتی که تو قطاره که باعث میشه من به فردای فکر کنم، باعث میشه که دیگه اشتباهات گذشته رو نخوام تکرار کنم. این چیه میگم، یه چیز اینطوری، رمه رمه فرد فرد بدون توجه به هم، بار به دوش سنگین با هم و تنها، منتظر اتفاق که آماج آمال، تیر بلند بال رو به آغوش نکشید. شرایط جامعه رو داره میگه،
حالا از رمه و فرد فرد هم استفاده میکنه. خب رمه بیشتر برای چارپایا استفاده میشه، حالا گله میشه دیگه، همون دیگه برای جنگر انسان که استفاده میشه. خب به نظرم اتفاقا داره شاید به اون قشر از جامعه اشاره میکنه، یا اونایی که گله گله هستن، یا اونایی که خب عاقل‌ترن و انسان حساب میشن، فرد فرد حساب میشن، شاید بدون توجه به هم در باست. هر صورت چه تو گله باشی چه فرد فرد باشی توجهی به هم نداریم، که به نظرم کاملا جامعه امروزمونو میگه، بار به دوش که داره از همین فشار جامعه داره میگه با هم و تنها. اسممون جامعه است ولی هممون هیچ چیز سوای همون تنها هستیم. اینش باحاله، میگه منتظر اتفاق که آماج آمال، یعنی منتظر یه اتفاقی هستیم که اون آرزوهامونو نشونه بگیریم، به اون نشونه آرزوهامون برسیم، ولی تیر بلند بال رو با آغوش نکشید، ولی تیری که رها شد نرسید به اون هدفی که می‌خواستید، به باله برخورد نکرد، به هدفه برخورد نکرد. حالا باز جلوتر اینم چه واقعی داره میگه، مثلا یه چیزی داره میگه، دقیقاً داره وضع الان میگه دیگه، حالا اون رمه رو میگه و اقلیتی که روشن‌تر اند آره، نظر آره دقیقاً داره اینو میگه. در نهایت همه میگیم ما دنبال اینی وضع بهتر شه، انقلابی شده، داستانی شده یا وضعیت جامعه، ولی در واقع اصلا پشت هم نیستیم دیگه، با هم اختلاف داریم. شد چشم و جنازه وجدان، دریایی توی سینه ها رو با آشوب نکشید، ستونای جامعه بنا شد رو گل شل، که رب کنی مثل من پس داد با دل پر، تاریکیم هاتل صبح نگاهم سارق خورشید، دروغای مفگرونه قابل شور، بدون شک و شرط باخت یا برد میبرم شاه رگای خشکیده بعد سالهای عمر هنوز. به به، خب یه خود به نظرم مشخص تر شد داستان. اون بالاشو یعنی فکر کردم تا اونجا گوش کرده بودی. میگه بعد از این اتفاقی که افتاد که فکر میکردیم داریم هدف و نشونه میگیریم و به آرزوهامون میرسیم، ولی اون تیره به هدفمون نخورد، گودال عشق شد چشمون و جنازه وجدان، یعنی وجدان مرد. خب ولی با وجود این همه عشق و وجدانی که مرده، یعنی اتفاقهای افتاده که اینجوری شد، دریای توی سینه ها رو به آشوب نکشید، باعث نشد که یهو به خودمون بیاد. من فکر میکنم داره به چیز اشاره میکنه، به اتفاق 57 شاید، ستونهای جامعه بنا شد رو گل شل، پس چی؟ به امید یک اتفاق بهتر، یه مش رمه رمه و یه مش آدم روشنفکتر اومدن یه حرکتی کردن که هدفها رو دریافت کنن، به هدفشون برسن، ولی به تیره به هدف نخورد. خب با اینکه اشک ریختن تو خودشون، با اینکه خیلی اتفاقای بد افتاد و وجدانا مردهش، خب اما باعث نشد دریای سینا باشو بکنه، این باعث نشد همون موقع عکس العمل نشون بدن و این باعث شدش که ستونهای جامعه رو گل شل بنا شدش. من فکر می‌کنم به اون برهه تاریخ اشاره می‌کنه. چرا؟ چون در دراش میگه رب کنی مثل من پس داد با دل پر، پس اون اتفاق باعث شد نسلی مثل من به وجود بیاد الان این حرفا رو بکنه، که نسل ما هم هستش دقیقا، خب که دلش انقدر پر باشه. میگه تاریکیم قاتل صبح، انقدر درونم تاریکه که باعث میشه صبحو نمینم، امیدی نشاشم، قاتل نگاه هم سارق خورشید، یعنی نگاه هم برعکس داره میگه، نگاه هم رو از خورشید میندازم، امید نداشتنه. نگاه هم سارق خورشید یا تاریکیم قاتل صبح، نماد به این داره که ما نسلی شدیم که امیدی نداریم، اینقدر دلم پره. خب در ادامه امید نداشتنش داره میگه چی؟ میگه دروغای مفت گرونه، مفت و گرون که با هم تضاد داره ولی خیلی باحال داره، میگه دروغ مفت گرونه، واسه گرون تموم میشه، خب گرون بودنش اینه، خب و قابل شرب، یعنی به خوردمون دارن میدن، بدون شک و شرط باخت یا برد میبرم شهرک‌های خوشگله بسا، چون که امیدی به زندگی نداریم، تاریکیم، یعنی دیگه شکی نداریم به بردن و باختن یا امیدی به زنده بودن، حالا شهرک‌های خوشگله میبرم هم به حالا میشه تموم کردن، بالاخره بعد گذر عمر ما بالاخره میمیریم. به نظر بیشتر اینجا اینجا داریم که بعد اون اتفاق این ناامیدی و مثلا نسل ما یاس ناامید. آره ببین اینجا رو خیلی باش موافقم، خیلی جالب برام، چون من همیشه اینجوری فکر می‌کردم اتفاقی که 40 سال پیش در کشور ما افتاد و ما داریم تونیشو پس می‌دیم، نسل ما شروع شد و به نسل‌های بعدم رسیده، اون رمه ها اقلیت ها. ما به روشن فکر را باختیم 40 سال پیش، بعد اون حاصلش ماییم. روشن فکر نبودن بابا. چرا داشتیم روشن فکرهای اون موقع اشتباه تصمیم گرفتن، چون اون اقلیتایی بودن که چوپانایی بودن که اون رمه همینجوری پشتشون اومد و بینجرشید، اشتباه کردن. آره شرط باخت و برد میبرم شاه رگای خوشگید
میده بعد سالهای عمر هنوز سرگردون تو تهرون میکنم تی تمام وجودم جز به جز پر از قیز به کل میزنم نفس نفس وقت تحرک و تفکر با خیالم در جا زدم تو توهم تسلط دنبال مسیر خودم بودم بین این دو راه که زندگی یا مرگ فقط انتخاب دو پاس بچه بیت رو نگاه کنیم چه خفنه و بیت انگار داره رسید به جایی که داره میگه حالا من تو این برهه دارم چی کار میکنم، دارم این مسیره رو طی میکنم، تو تهرون دارم طی میکنم زندگی رو میگذرونم خب، و یه ها انگار این صدای طی کردن مسیر رو یه جوری بوده، یه لاین به بیت اضافه شده که این حالت رو روندیگیه رو ایجاد. خب میگه که تمام وجودم جز به جز پر از قیز به کل خشمی که نسبت به این داستان به وجود اومده، خشمی که نسبت به خاطر تصمیم، حالا خشم به کل، منظور اینکه کلا نسبت این جامعه یه خشم درونش بوده، میزدم نفس نفس آخ ترکه با خیالم درجا زدم تو توهم تسلط دنبال مسیر خودم بودم بین این دورا که زندگی یا مرگ فقط یک انتخاب دو پاس داره، از درگیری های خوش تو این مسیره داره میگه دیگه، دنبال مسیر خودم بودم با خیالم درجا زدم تو توهم تسلط، حالا مسیری که خوش تهی کرده داره میگه یا توشه همش دروغ فقط دروغ پشمرد و فسردم از این کروب که برگ زرد میریزم به امید باد ولی ته دلم سبز و عاشق و شاد از دست احدی ندیدم به چکه یه قطره یا یکی به مگه چیه با الگو آفردت ما رو با زنجیری پنهان به رکودمون دوختن خونمون شد زندان حیوان آدم تر از انسان زندانی میکردن. ببین یک جورایی دقیقا داره اون خشمه و اون ناراحتیه و اون قیزی که نسبت به جامعه به نسبت به مردم، حالا یه سری هم مردم اکثریت متاسفانه شاید داره رو داره توی این میگه، خب میگه همش دروغ فقط دروغ، این دروغ میتونه از اون بالایی ها باشه تا آدم های کوچیک جامعه، خب منظور به جامعه مریضی که بعدش به وجود اومده دارک بودن داره اشاره میکنه، پژمرد و فسردم از این کرور، کرور منظورش هم تکرار این دروغ ها، شدت این دروغ ها، مقدار این دروغ ها، تکرار، که برگ زرد میریزم به امید باد. بچه همیشه میگم باد میاد بالاخره یه روزی این باده میاد و این برگای زردم ریخته میشه و بهار میاد، ریختن برگای زرد نماد تغییر پاییز و افسردگی بهار و یأس به سبزی و لباس زندگی. طبیعت عوض شدن نشانه تغییر مثبته، خب میگن باد میاد، میگه حالا من خودم برگای زرد رو میریزم که به امید اینکه باده بیاد، حالا برگای زرد ریختم سعی میکنم تغییرات ایجاد من کنم، من کوچکترین تغییراتم شده ایجاد کنم، یه حرکتی ایجاد بشه، حالا میتونه بگه به عنوان رپ کن چیزی که میدونم، اون رای که اومدم، شعری که میگم، ولی ته دلم سبز و شاد و عاشق و شاد، که باز معنی منظورش اینه که من امیده رو دارم، اون صدای سوت قطاره که داره میاد از فردا و فال داره میگه رو من تو گوشم دارم میشنوم، پس من امیده رو دارم و دارم سعی میکنم کوچیکترین حرکتی که دستم برمیاد رو تو این جامعه حالا مریض چیز کنم انجام بدم، وظیفه آره خودشان حق خودم و مثلا حق چیزا ادا کن دشت قرن بعد قرن بعد قرن از اولین آجور کج انتقام من واژه ها رو پس گرفتن جا بریدن دست گرفتن این انقلاب خشم تپنده قلب من به گوشم حرفا قشن قشنگ اینجا گفتش دیگه ایدئولوژی و هدفش چیه، هدف اصلیش اینه که واژه ها رو پس گرفتن، که واژه ها رو پس گرفتن باز دوباره میتونه استعاره از چند تا چیز باشه، یکی از آزادی بیان باشه، یکی این که معنی واژه رو به واژه برگردوندن یعنی عدالت رو اجرا کردن، معنی واژه رو به واژه برمیگردونی توی ادبیات یعنی میشه تمام عدالت رو اجرا کردن، جا بریدن دست گرفتن، جای از بین بردن، جای کشتن، جای له کردن، جای اختلاف طبقاتی به وجود آوردن دست گرفتن، کمک کردن، این انقلاب خشم تپنده قلب. پس ایدئولوژی خودش روشن کامل اینجا اومد بیان کرد و گفتش که اشاره کرد به این که باز این آجر از پایه خرابه، یعنی لق آجر پایه خرابه، بعد از اونجا درستش کنه بنا این انقلاب خشم تپنده قلب من به گوشم حرفا قشنگ و پوشن آه مردمم رو جوشم به جون سهم خودت رو بردار منو به بیگه مشتخر بار تو دهن ارباب بزن به مو محکم و سر بار من به گوشم حرفا قشنگ و پوشن آه مردمم رو جوشم به جون سهم خودت رو بردار منو به بیگه مشتخر بار تو دهن ارباب بزن ریششو بکن از جا هشمن عجب کورسی فکر کن دوتاشونم گولن تو کورسه با هم میخونن. چه صدایی شد چه ساندی تو مغزم پیچید میگه من به گوشم حرفات قشنگ و پوچن آه مردم رو دوشم بجم سهم خودتو بردار منو ببین یه مشتم از خروار
تو دهن ارباب بزن بمون محکم و سرپا. یه جورایی داره به همین مخاطبش، مردم، حتی رپرهای دیگه داره این پیامه رو میده، میگه من آماده ام و من به گوشم، تو داری حرف میزنی، میتونه اینا هم باشه که بیرون گود نشستن و فقط حرف میزن، حرفات قشنگم ولی پوچن، بیا نگاه کن، من خودم یه مشتم از خروار تو دهن ارباب، بیا با هم بزنیم دهن، یعنی یه جورایی داره تشویق میکنه که بیا دوباره یکی شدنه رو شدن. آفرین، یکی شدنه داره میاد میگه، خب که احساس میشه در یک سال گذشته مقدار آره. گسسته شده. کلمه این که من به گوشم، یعنی من همچنان آماده ام، من هنوز عموزم کنار نکشیدم، من هنوز تو همون راه ام، بیاین پشت من، بیاین دیگه، این که فقط حرف بزنی قشنگ نیستش، حرفات پوچ باشه، خب بیا با هم بشیم این مشته. آره خب مشت نشانه خروار دیگه، مشتا وقتی با هم گره بشن چه کورس باحالی داشت، خیلی خوب کورس. مشت خروار تو دهن ارباب بزن، ریششو بکن از جا، حشم از صورت سردم بشور، که من زندگی نکردم مگه کردم به زور، خلقم هدف و خلقم از عقلم به دور، آینده تو از چروکای تو دستم بخون، نارزوی یکی بودم بهاش رفتم به گور، لعنت به اون که گفت تو این جنگل بمون، که به بهرام نورایی، بهرام صداش فلوش واقعا دوست داشتنیه، یاد آلبومش گفتم چقدر آلبوم خوبی بود خودت. بله خشم از صورت سردم بشور، که اصلا مشخصه کف دست من زندگی نکردم بره. اگه کردم به زور بوده زندگی کردم، یعنی این کاری که ما داریم میکنیم زندگی نیستش، جبر جغرافیا گرفتارمون کرده. میگه خلقم، هدف از خلقم، از عقلم بدون، منم خلقم، یه انسانی هم که به وجود آوردم، خلق شدم ولی هنوز از عقلم به دوره، هنوز درک نکردم این هدف آفرینش چی بوده، هدف به وجود اومدنم چی بوده، خب انقدر که به زور زندگی کردم، انقدر که این زندگی سخت و تاریک گذاشته برام، خشم فقط در وجودم و سردی صورتمه، نه احساسی برام مونده، جای زندگی کردن. آینده رو از تو چروکای دستم بخون، اینجا که میگه آینده رو از تو چروکای دستم بخون، یعنی این که داره یه خورده به نظر من به نسل جوانتر از خودش داره اینو میگه، خب یه جورایی این دوتا پیرن من بیشتر پاره که تجربه منو آره از تجربه من استفاده کن، ببین که اگه تو هم بخوای به همین منوال ادامه بدی جز این چروکای تو دست و این چهره سرد و خشم نمیمونه، یه جورایی چون داری میگه تو چروکای دستم، خب احساس کنم داری یه کوچولو به جوانتر از خودش داری، ولی یه احساسی هم دارم، دیدی فالگیر از چروکای دست آینده رو میتونه پیش بینی کنه، یه شاید مثلا بتونه اینم ببینی مثلا تو این قسمت، چون فالم توی ورس اول بامداد میگفت مثلا میگه در آینده ببین از چروکای دستم، یعنی نقشه راه مشخصه که به کجا میرسیم اگه با هم بشیم، یا یا به این اشاره میکنه که خودم بالاخره انقدر پیرن پاره کردم که تجربه ها رو در فهمیدم واقعیت داستان چیه، چروکیدن یا به این که اگه بخوایم به همین مورد ادامه بدیم آینده رو بخون دیگه، چیزی بهتر از این نیستش، نمیدونم یه چیزی تو این مایه شاید، یکی بودم بهاش رفتم به گور، لعنت به اون که گفت تو این جنگل بمون، که بشی در رند خو به چشنم بگو، تا که بفهمن طعمم و که چه تلخم چه شور، قهارم که چیزی نمی کنه اذیتم، فرق دارم با هر کی تحمل کردم وضعیتم، چه سخت بود ببینم خودم و بخشی از جمع و قایم کنم فرنگم و پشت طبیعتم عدد. او به 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 چه بیتی بچه چه بیتی پشت. خیلی بیت عالیه، عشق میکنم، خیلی بیت عالیه، با فضا میگه که بگو، میگه بچشنم بچشنم بگو، یعنی بگو بچشنم، منظورش اینه که بچشنم یعنی در عمق وجودم و جوهره وجودم رو درک کنن، خب تا بفهمن طعمم و که چه تلخم چه شور، اونقدر هارم که چیزی نمیکنه اذیتم، خب یعنی داره میگه منو بگو بشناسنم، عمق وجودم رو درک کردن از کردن به چشنم استفاده کردش، خب قد هارم یاقیه دیگه، یاقی. آره. فرق دارم با هر کی که تحمیل کرد به این وضعیتم، که باعث شد این زندگی به زور رو ادامه بدم، چه سخت بود ببینم خودم بخشی از جمع، داره میگه که شبیه بقیه نبودم، اینجا داره به تفاوتش اشاره میکنه، قایم کنم فرهنگم و پشت طبیعتم، خیلی سخت بودش تو این مسیری که دارم میرم، خب که شبیه بقیه نبودم خودم رو تو جمع قایم کنم، و اینکه فرهنگم، بچه فرهنگ با طبیعت، طبیعت به نظرم از غریزه میاد، از اینکه بالاخره ما همه به عنوان انسان یه سری غرایزی داریم، غرایز نمیدونم تولید مثل، نمیدونم روابط جنسی، پول خوردن، اینا همه غریزه است، داریم که فرهنگم رو قایم کنم، درسته؟
پشت طبیعتم سخت بود تو اون جمعه نشون بدم که آقا من یه چیز دیگه هم، من شبیه شما نیستم، من تفکر دیگه ای دارم. این واسهش سخت بوده. ببینم خودم و بخشی از جمع و قایم کنم فرنگم و پشت طبیعتم، عدد و غنیمتن، همه پی کمیتن، دنبال پر کردن سوراخ‌های شخصیتن با عدد. منم تعیین کردم منطقه این بازی نگیرتم، بدم دادم هزینه‌شم، زدم زیر بقیه‌اش، خاک برام هویت نساخت وقتی کسی باز بذری از جنس ما نکاشت. وقتی خاک برام هویت نساخت، خیلی خوب بود، فلوش عوض شد، اینگاه خاک برام هویت نذار. دیدی یه چیزی داری قبل افسوس هم میخوری، یهو فلاش افسوس شد. خب ببین، پس اینجا داره دقیقا اینو میگه، میگه من این غرایز طبیعیم و این یعنی پیرو غریزم نبودم، یه درک دیگه ای داشتم. غریزه چیه؟ میگه همه اینجا دنبال عددن، یعنی دنبال پول، عددا غنیمتن، همه پی کمیتن. خب همه دنبال اینن که بیشتر کنن، اموالشون رو بیشتر کنن، عدداشون رو بیشتر کنن، نمیدونم، همه دنبال این عدده هم ویو ها رو ببرن بالا. کمتر به نظرم به ویو داره میزنه، دنبال پر کردن، حالا شاید اونم هست آره. چون میگه دنبال پر کردن سوراخ‌های شخصیتن با عدد، یعنی فکر میکنم مثلا اگه تو پول بیشتر داشته باشی شخصیت بهتری داری، یا مثلا تو به قول فرضا ویو بیشتری داشته باشی، فالوور بیشتری داشته باشی، رپر بهتری هستی. خیلی اینو میام میگن، همین چند وقت پیشم فکر کنم جی جی من گفتشم. خب ولی میگه که ولی من تعیین کردم منطق این بازی نگیرتم، یعنی تو این بازی رپ که وارد شدم، تو این داستانی که همه دنبال عدد و کمیت بودن، من برای خودم تعیین کردم که این یعنی مسخ این داستان نشم، این نشه هدفم. خب و هزینهش هم دادم، هزینه یه این که خلاف بقیه باشم، هدفهای دیگه داشته باشم تو این را، هزینهش هم دادم، زدم زیر بقیهش. میگم میزنه زیر میز یارو، یعنی به بقیهش پشت کردم، زدم زیر بقیهش و دنبال هدفم رفتم. دیگه اینجا نیست که خاکرم رو بیرسخت، دوباره از آقای گوشنی بهتره. خاک برام هویت نساخت وقتی کسی باز بذری از جنس ما نکاشت، وقتی کسی دیگه به عمق چیزی فکر نکرد، وقتی کسی دیگه وضع متفاوتی نخواست. نه تو مثل ما نباش، از این قصه ها نباف، بذار قصه فقط واسه یه خواب، بگن برات پناه، بگی زیر خیک چروک که حذرات و صد بساز، از دروغ جلو خروش نظرات. خب چقدر خوب بود، چقدر دوست داشتم یهو میگم به نظرم تو فلوش یه حس افسوس اضافه شد، افسوس از این که خاکه برام هویت نساخت، افسوس از این که کسی دیگه به عمق چیزی فکر نکرد، همه ظاهربین شدن، همون عددا، همه ظاهربین شدن، هیچ کس به عمق داستان فکر نکرد، آقا کسی دیگه وضع متفاوتی نخواست، همه عادت کردن به این داستانه، به این روزمرگیه. همون بالا که داره میگه رمه رمه فرفت با هم و تنها بار به دوش، خب یعنی به این وضعیت عادت کردم، با وجود اینکه وجداناشون مرده بود. من میخوام یه ریفرنس میدم به ورس بامداد، چون که بالاخره دوتا آرتیست هم و ورساشون با هم مرتبطه. خب میگه مثل ما نباش، حالا اینجا که داریم میگه تو مثل ما نباش، از این قصه ها نباف، بذار قصه فقط واسه خواب بگم برات، پناه بگی زیر خیک چروک حضرات و صد بساز، از دروغ جلو خروش نظرات. خب یعنی تنه داره میزنه به اونی که حالا من میارمش توی بچه گستره رپ، توی این چارچوب رپ میخوام بیارم، کسی که مثل خود بهرامه ولی تفکراتش چیز دیگه ایه، یعنی آرتیست رپه. آفرین. داره میگه که اوکی ولی تو مثل ما نباش، برای خودت از این قصه ها نپا که ما داریم میخوایم، اشکال نداره، زیر خیک حضرات خودتو قایم کن و صد بساز، از دروغ جلوی خروش نظرات. یعنی اگه کسی میاد نظرشو میگه، حالا چه درست چه غلط، حقیقتو داره میگه، نظرشو بیان میکنه، تو بیا یه عالم دروغ به خودش بشه و با این از خودت محافظت کن. خب اون خوبش هم یعنی به نظر من کاملا یه تیکه داره تنهی میگه. به نظرم اینجاش اگه بخوایم در رپ فارسی حساب کنیم، هم رپرهای حکومتی رو یه جورایی، حالا حکومتی که من میگم اصطلاحی که رایج شده، هم این که حتی کسایی که سیاسی هستن یا ولی داره به اونام تنه میزنه، یعنی هم این ور میزنه هم اون ور، به نظر من پشت این دروغات. حالا اون میگه یعنی یه جوری تو اوکی آقا تو خودتو نگران حرفای من نکن، تو برو تو همون داستان، این قصه ها رو فقط باشون بخواب، این لالایی باشه. یعنی اصلا توجه نکن راستی یا دروغه. حرفایی که هست خودتو گول بزن دیگه. خودتو گول بزن برای اینکه اون زرق و برق رو داشته باشی، چشاتو ببند، کور باش، حتی کاور یه آدمیه که کوره نمیبینه، کور... اوکی آقا تو کور باش اصلا، کاور رو قشنگ میتونیم
دیگه الان احساس کنیم، آدم های کوری که با تناب آدم های کوچک تری ولی میکشنت این برم برم بازیچه آدم های کوتوله و کوچکی شدی. بیرخی که چورو که حضرات و صد بساز از دروغ جلو خروش نظرات. خب خیلی باز است اینا به چی می نازن، واقعیت رو ندیدم من تو این فیلم ها که می سازن، تو این خبر ها که هر روز شبکه پخش میشن، تو این سریال ها که زن ها توش با روز سری می خوابن. ما کردیم با هم تریبون ساختیم از کاغذ، ریشه هامون خشک نشد از ترس تازیانت. عاشقتم قشنگ همین چیز این که گفتش رو با روسری میخوابن. ما سینما تلویزیون رئاله، رئال داریم که رئال نیست. و دقیقا اینو داره میگه، خیلی خوشگل داره میگه، بالا داره میگه من از این دارم افسوس میخورم، از افسوساش میگه. ولی یهو میگه اوکی آقا تو اصلا چشتو ببن، تو کوری، تو خودتو بزن به خریت. ولی خیلی واضحه دوباره ادامهش داره، یعنی ولش نمیکنه به حال خودش. خیلی خوبه میگه، خیلی واضحه ولی اینا به چی مینازن، چون واقعیتی نشون نمیدن، نه تو فیلماشون نه تو اخبارشون، دروغ دیگه، دروغ حضرات ایناست. باز دوباره اونجا میگه اوکی تو اینجوری باش خب، ولی خیلی واضحه، باز دوباره داره کلیده رو میده خودتو میزنی به اون را اینا... نمیتونم چشم ببندم رو خریت تو. دقیقا نمیتونم مثل این کاور کور و مسخ اینا باشم. آره. ببین دقیقا اینها همون دروغات حضراتیه که 40 سال ما رو مسخ کردن. ببین اینجا میگه که ما باند کردیم با هم، تریبون ساختیم از کاغذ، ریشه هامون خشک نشد از ترس تازیانت. اینجا به رپرا میزنی که از کاغذ، ما قرارمون چیز دیگه ای بود، هدفمون بستیم، ما تو این راه سختی کشیدیم، ما از کاغذمون تریبون ساختیم که بیایم یه سری حقایق رو بگیم. الان چرا پس از این سو استفاده میکنید و چشاتون رو بر حقایق نشد از اون اولش که همه چی ضد این داستان بود، رپ مجاز نبود، اجازش نبود، ولی ما هر جور شده کارمون انجام دادیم، اومدیم بالا. اصلا یه چیزی که میتونم الان بهش گلایه نامه انگار یه چیزی که میتونم کاملا بهش اشاره کنم راجع به این همینه که صحبت اینه که رپ مجاز بشه. آفرین. یعنی میخوان ریشه رپ رو بخشکونن دیگه. تو حقایق رو نمیتونی بگی. نه دیگه. همین الانش خیلی رپر میشن به خاطر فیمش و شهرتش و اینی که ویو بگیرن، دافازه کنن، یعنی واقعیت بچه ها. خب نمیگم که همه ی رپ باید اون باشه، ولی به هر حال نه رپر، هر کسی که آرتیسته متعهده برای جامعهش مفید باشه. اصلا رپ سانسور شده معنی رپ نداره. اصلا هنر سانسور شده. مثلا همین سینمایی که تو میبینی مثلا داره یه سکانس میده با روسری خوابیده، من اخیراً یه چیز واقعی نیستش. کردیم با هم تریبون ساختیم از کاغذ، ریشه هامون خشک نشد از ترس تازیانه. ما میدونستیم ساده نیست این راه، پر امان است این تویی که نمیدونی با کی طرفی. شاید من به گوشم حرفات قشنگ و پوچن، آه مردمم رو دوشم به جون سهم خودتو بردار، منو ببین یه مشت خربار تو دهن ارباب بزن، بمون محکم و سرپا. ببین چقدر این دوئت بامداد و بهرام در کورس دلنشین. آره. شده به نظرم خیلی برای من گوش نوازه. به گوشم حرفات قشنگ و پوچن، آه مردمم رو دوشم به جو سهم خودتو بردار، منو ببین یه مشت خربار تو دهن ارباب بزن، ریششو بکن از جو. بله تمام. بچه کورسو میتونم با توجه به این ستا بیت آخری که توی ورس بهرام بود، میگه ریشه هامون خشک نشد از ترس تازیانت. از ترس تازیانت کی تهدید به تازیانه میکنه؟ قدرت دست کیه؟ با حالا این مخاطب عوض شد بچه ها، مخاطب شد اونی که قدرت دستشه، حالا یه جورای تهدید داره میشه. میگه ریشه هامون خوش نشد طرز تازیانت، ما میدونستیم راهمون ساده نیست، پر از مانع است. خب یعنی ما رو نمیتونی از چیزی بترسونی، پا پس بکشیم، این تویی که نمیدونی با کی طرفی. شاید خب بعد که در ادامش دوباره کورس رو شنیدم، دیدم کورس هم میتونه یه جورایی به اون باشه. میگه که من به گوشم حرفات قشنگ و پوچم، آه مردم رو دوشم، ولی من یه مشتم تو دهنه. یعنی اینجوری هم میتونه باشه، ولی آخرش مخاطبش عوض شد و مخاطب شد اونی که قدرت دستشه، روی حالت تهدید ما رو از چی میترسونی، با پا پس نمیکشیم از این راه. و قشنگ بود. و این به گوشم هم همون حالتی که انگار مثلا سوهل میگفتش تو ترکش، کتونیمو بستم شل کردیم ولی کتونی بسته است. آمادم. آره. به گوشم آماده فرمان، آماده اون اتحادم همچنان. آماده حرکتم. خیلی عالی.
بامداد، بهرام، موزیک پرودوسر، پیماندگار، میکس مستر و ساند انجینیر در واقع اشکان موسوی بوده از لیبل پیله. بعد از مدت ها فیتی که بهرام داشته، فکر کنم آخرین فیتش با رضا پیشو در رپ فارس بوده، فکر کنم با همین آقای موسوی یه فیتی داشته که حالا چت تو کاتگوری رپ نمیشد گذاشتش. ببین یه چیزی رو من اینجا میخوام بگم، جنبندی آخرش البته برداشت من بوده، چه تو اون ترک چه تو این ترک. توی ترک سورنا بوسه یهودا من احساس کردم که توی ورس دوش میادش به اون برهه زمانی سال 57 اشاره میکنه که اون تاثیر گذار بود، یعنی پایه این داستان از اونجا گذاشته شده. اتفاقا جالب اونجا ما اینو مثال زدیم مثلا به پهلوی به عنوان بدترین اتفاق مثلا در نظر میگیره این داستان رو. خب و اینجا هم بامداد توی ورسش میاد، به نظر من باز برداشت من اینه، اشاره داره میکنه به این که اون موقعی مش آدم حالا فریخته در کنار یه سری دیگه میان یه حرکتی میکنن به امید اینکه آرزوهای بیشتری برآورده بشه، تیره به هدف نمیخوره و این باعث میشه که نسلی مثل ما پر از عقده و تاریکی و خشم به وجود بیار. من احساس من باز بامدادم به اون داستان شده، یعنی کلر از ریشه خرابه، این ستونها به قول بامداد روی گل شل بنا شده. خب قرار بود بهتر بشه. آره. حالمون حالا این گل شل همین که ثباتی نداشته، جامعه رو به نزول بوده همش، هم به این اشاره میتونه شده، هم به این که خیلی پایه های این داستان محکم نیستش، به همون سستی که اون سال چیده شده به همون راحتی هم میتونه از بین بره. خیلی عالی و بسیار طولانی بودش ولی مدبس اینجوریه. دمتون گرم تا آخر ویدیو همراه من و آنا بودید. مدبکس چه شو چاله و سرج دنیا ما رو میبینید، پر از آرامش باشید. خیلی دوستتون داریم.